بحث ما امشب در علائم هستش جلسه گذشته گفتیم علائم انسان های زاهد دو جور هستش هر چیزی نشانه داره علامت داره با علائم میشه شناخت که این رو دارا هست یا نه انسان زاهد که وارسته از دنیا هست دو نوع علامت داره یکی ظاهری هست یکی هم باطنی هست علائم باطنی ما بحثمون در علائم ظاهری انسان وارسته بود ظاهرش و اونها که مربوط به ظاهرش چطوری هستش این رو امیر المومنین علیه السلام در حکمت 104 نهج البلاغه فرمود فرمود تو با فی دنیا الراقبین فی الاخره خوش به حال اونها که زاهد در دنیا هستن نتیجه زهدشونی که دلبسته به آخرت هستن بعد فرمود اینها علائمی دارن که اولین علامتش رو ساده زیستی ارز کردیم در مقابل تکلف گرایی و ارز کنم تجمل گرایی و و رفاه طلبی اینو ارز کردیم دیگه توضیح نمیدیم دومین علامت ظاهری انسانی که وارسته هستش دم از دهد میزنه میگه من هرچه از دنیا به دست میاد خوشحال نمیشم هرچه از دنیا از دست میدم ناراحت نمیشم دومین علامتش رو امیرالمومنین به نف و امثال نوف و ماها اینجوری میفرماید و القرآن شعارا دومین علامت انسان زاهد در بود ظاهر اینه که قرآن رو شعار خودش قرار داده ببینید شعار غیر از شعاره ما یک شعار داریم یک دسار داریم دسارا شعارا شعار به لباس زیرین میگن عرب به لباس زیرین میگه شعار به اون به تعبیر ما اون عرقگیری که دیده نمیشه به پوست و به بدن انسان تسبیده میگه شعار وجود مقدس امیر علیه السلام میفرماید اینها قرآن میخونن ولی قرآن شعارشونه نه شعارشون خیلی از ماها مسلمونا قرآن شعار ما هستش تو لفظ ما هست تو زبون ما هست ادعای قرآن خواندن داریم ادعای مسلمان بودن داریم ولی قرآن واقعی نیستیم فرمود انسان زاهدی که به مقام وارستگی رسیده قرآن شعارشه نه شعارش یعنی با این لباس زیرین ارز کنم که شراحین نهج البلاغه گفتن این کنایه است کنایه از چیه؟ کنایه از عجین شدن قرآن هست اینها با قران عجین شدند گوشت و پوست و استخوان اینها با قرآن مخلوط شده حالا بحث ما اینه که چطور میشه که انسان با قران عجیم بشه پوست و گوشت و استخوان انسان با قرآن مخلوط بشه قرآن مجسم بشه به قرآن توجه خاص بکنه زیل سه نکته ارز میکنم یک اولین نکته اینه که همش از نحجل بلاغ است اولین نکته اینه که اینها گاری نیستند گاری قران نیستن تالی قرآنن گاری قرآن نیستن تالی گرآن هستن. اهل بیت و قرآن از ما نخواسته که گاری قران بشیم گاری قران خیلی زیاده قرائت کننده به ما گفته تلاوت کننده قرآن بشید قبلا اشاره کردیم یک قرائت داریم یک تلاوت داریم اگر در قرآن هم فرموده شما فقر او ما تیسر من القران این با توجه به فضای قرآن همون تلاوت قرآن نه قرائت صرف تو نهج البلاغه هم تأکید بر تلاوت قرآن داره نه قرائت حالا عرض میکنیم در کدوم خطبه ها فرمود اینا تالی قرآن هستن در زیارت آلیاسین هم به امام زمان چی میگیم السلام علیک یا تالی کتاب الله ای تلاوت کننده قرآن ببینید قرائت یک داریم یک تلاوت داریم فرق قرائت با تلاوت مثل نظر با رویت هست قبلا عرض کردیم رویت یعنی دیدن صرف الان من همه شما را رویت میکنم میبینم یک نظر عمومی به شما دارم ولی نظر اون توجه خاص رو میگن لذا در قرآن فرمود افلا ینظرون الالعبله کیفه خلقت الاسماعه کیفه رفعت الالعرضه کیفه ستهت اون توجه خاص رو میگن نظر بالاتر از گراعته تلاوت همون نظر قراءت همون رویته بس تلاوت چی شد؟ تلاوت اون قرائتی است که پشت سرش تلوش تدبر بیاد تعمل بیاد و آخر سر عمل به قرآن بیاد تلاوت اون است که با توجه خاص تدبر میکنه سبک سنجین میکنه بعد تعمل میکنه تفکر میکنه بعد میبینه بهترین عمل بهترین کلام احسن و قولا همین قرآن کریمه بعد شروع میکنه به عمل کردن بس تلاوت اینه فرمود انسان های زاهد قرآن رو شعار قرار دادن چطور؟ چون قاری نیستن تالی قرآن هستن یعنی عمل به قرآن میکنن در نهج البلاغه خطبه 157 حدود 15 تا ویژگی برای خدمت شما ارز کنم قرآن میشماره در خطبه 176 هم 13 تا ویژگی میشماره بعد آخر خطبه 157 وقتی ویژگی ها رو میشماره حضرت این جمله رو میفرماید خیلی جمله العاده زیبایی هست فرمود من عمل من عمل بهی سبقه هر کس به قرآن عمل کنه پیشتاز هست سبقت گرفته به تعبیر ما طلبه ها متعلقش رو نفرموده امیر المومنین پیشتاز شده در چه چیزی؟ در اخلاق پیشتاز شده در فضائل اخلاقی پیشتاز شده در اقتصاد پیشتاز شده در روابط بین المللی پیشتاز شده هر کس عمل به قرآن کنه پیشتاز میشه صرف قرائت قرآن پیشتازی نمیاره در خو نامه عرض کنم که 47 که وسایه حضرت از 16 تا وسیعت میکنه به امام حسن و امام حسن و من بلغ کتابی که به همه شیعان هست حضرت در همون نامه میفرماید که مبازب باشید دیگران در عمل به قرآن به شما سبقت نگیرند حضرت روانشناسانه و جامعه فرموده که خیلی ها عمل به قرآن رو راه خودشون قرار دادن بنابراین گراعت قرآن مهم نیست تلاوت قرآن مهمه اینا چطور؟ لباس زیرین خودشون قرآن رو قرار دادن چون تالی قرآن هستن